بر پیکر عالم وجود جان آمد، صد شکر که امتحان به پایان آمد. از لطف خداوند خلیل و رحمان یک عید بزرگ به نام قربان آمد. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم، عیدتان مبارک. عید سرسپردگی، عید بندگی و ایثار بر همه شما عزیزان مبارک باد. بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم خدمت تک تک شما بینندگان عزیز و محترم برنامه زنده روشنا سلام و عرض ادب و احترام دارم و همچنان عید سعید قربان را خدمت شما مردم شریف و مؤمن افغانستان تبریک و تهنیت عرض میکنم. بله، چه روز بزرگ زیبایی هست، روز پر از معنویت، روزی که حضرت ابراهیم علیه السلام به دستور خداوند عمل کرد و تصمیم گرفت که حضرت اسماعیل را قربانی کنه و این نشان دهنده ای هست که یک انسان میتونه در راه اطاعت و بندگی خداوند عزیزترین کس خودش را و همه هستیش را برای خدا بته و به غیر از خداوند چیزی دیگه ای را نبینه. و این گونه هست که حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت اسماعیل را قربانی میکرد و عزیزترین کسی خودش را و اطاعت از خداوند و دستور خداوند قربانی میکرد. بله، در واقع میشه گفت که این اتفاقی که افتاد و دستوری که به حضرت ابراهیم داده شد برای قربانی کردن فرزند دلبندش حضرت اسماعیل علیه السلام یک آزمون و آزمایش الهی بود. امر رقم نیست خانم ظهوری بزرگوار. و خداوند متعال با فرستادن یک قوچ نشان داد که حضرت ابراهیم تو در این آزمون برنده شدی و پیروز و سربلند برآمدی. دقیقاً. بله، امیدوارم که خداوند قسمت ما کنه، ما هم بتانیم که جای پای خدا، جای پای نمی انسانهای نیک و بزرگان روزگار بگذاریم. دقیقاً، یعنی در زمانهایی که ما در آزمون هستیم، در آزمایشات الهی هستیم، ما هم باید بتانیم از این آزمایش ها و تقدیر الهی موفق بیرون بیایم. و نکته دیگه که بسیار اهمیت دارد در اینجا، ما بیایم از باور حضرت اسماعیل علیه السلام بیان کنیم و اینکه چگونه اطاعت از امر خداوند داشت و اطاعت از پیامبر زمان خودش که پدرش بود داشت و چقدر اطاعت میکرد دستور پدر خودش را که پیامبر زمانش بود و خودش با قلمهای خودش به قربانگاه رفت. و حالا اگر ما این را به روز زمان خود ما بسنجیم، خانم بیانی، ما چقدر به امام زمان خود ما، به اوامر او و به اطاعت از او چقدر ما میتونیم تلاش میکنیم و واقعا هستیم در اطاعت محض امام زمان خود ما. دقیق فرمودید و برای هموز که میگن که عید قربان دقیقا عید تسلیم کردن و فراموش کردن نفس است. اگر که ما انسان ها توانستیم که نفس خودمون را و منیت خودمون را قربانی کنیم و به قربانگاه ببریم، در اون صورت میتونیم بگیم که ما هم توانستیم که یک قدمی مثل حضرت ابراهیم علیه السلام بگذاریم. شاعر بزرگوار یک شعر بسیار زیبا در همین زمینه داره که کاش جای گوسفندی در منا، ذبح میکردیم خود را بی صدا. کاش قربانی شود در ما غرور، این منیت، این هوس، این ادعا. خالی از حرص و طمع گردیم اگر، میشویم آکنده از عشق خدا. به به، بسیار زیبا و بسیار عالی. خانم بیانی، ما و بیننده‌های عزیز ما میفهمند که هموطنان عزیز ما چقدر رسم و رسومات نیک دارن در روزهای عید، به خصوص سالا عید قربان که دید و بازدیدها صورت میگیره. همگی دلهایشان خوش است، کلچه میخرن، چاکلت میخرن، دید و بازدید میرن و کوشش میکنن که عید را به خوبی برگزار کنن. و خب به هر حال عید قربانی هم به هر حال مشخص است که گوسفند قربانی میکنن و تیکه های از او را به عنوان تبرک پخش میکنن و بخش میکنن به همه نزدیکان، به فامیل، دوست، آشنا، به خصوص به نیازمندان. و این خود رسم رسومات بسیار خوب و نیک هست. و در زمان جاهلیت هم یک رسم بود در خانم بیانی که معمولا در دیوار کعبه میگرفتن گوشت های قربانی رو می آمدن آویزان میکردن، بخاطر از اینکه میگفتن که شاید به یک قسم پذیرفته شوه، در حالی که چه قسم آلودگی ایجاد میکردن در اونجا. و که بعد از او اسلام این رسم جاهلیت هم منع کرد و به جای از او جایگزین کرد که هر کسی که تقوای از او بیشتر باشه، خلوص نیت از او بیشتر باشه، از او پذیرفته تر است در پیش خداوند. و به هر حال ما خانم بیانی مراسم هایی که گفتیم، مراسم های معنوی هم داره ما در روز عید قربان. یعنی قدر زیبا هست که مراسم های معنوی ما با خوشیهای عید ما یک جای شدن. دقیق درست. یعنی همزمان با اینکه ما خوش هستیم، دید و بازدید میکنیم، ما به نماز عید قربان میریم، غسل روز عید داریم، خب گفتیم که قربانی میکنیم گوسفند و به هر حال اعیاد و به هر حال ادعیه ها و دعاهایی هست که ما در روز میخوانیم و به هر حال استفاده میبریم. یعنی یک روزی است که خوشیمان با معنویات گره خورده. دقیقاً. باز ما مردم یک رسم دیگه هم داریم که در روز عید قربان که میشه، اگر که یک نفر باشه که یک عزیز از دست داده باشه در خانهشان، ما موریم برای عید اول به خانه نمون نفری که داغدار است، کسی را از دست داده موریم، دید و بازدید میکنیم و همچنان سعی میکنیم که نمی نفر که عزیز از دست داده در این روز خوشحال باشه، دلش شاد میکنیم. اگر که کالای سیاه به تنش است، یک کالای رنگه در جانش میکنیم. سعی میکنیم که امروز برای همه مردم یک روز خوب و خوش باشه. همچنان باز یک رسم دیگه هم داریم که در این روزا به سر مزار میریم دیگه، مردگان و از دنیا رفتگان سر میزنیم. در این روزا است معمولا طرفی بعد از ظهر که نگاه میکنیم، کلگی قبرستان ها و مزارها همه مردم هستند، به سر مزار عزیزان خودشان هستند. اگر کیک، کلچه، حلوا جور کرده سر نان میذارن و به دیگه افراد میدن، تقسیم میکنن. بله. و به شدت معتقد هستیم که شادی روز باید حتما تقسیم کنیم بین دیگه افراد. اگر کام از ما شیرین است، کام دیگه افراد هم شیرین باشه تا که انشالله به مردی از ما هم برسه. بله، این همدلی هموطنای عزیز ما قابل قدر است که همیشه خوشی ها را میخوایم که برای همه تقسیم باشه، خوشی ها را میخوایم که در جمع همه بخش کنیم و انشالله که همه عزیزان بیننده ما همیشه در هر جایی که هستن، چه در روزهای عید، در همه روزها خوش باشن. بله. و زیباتر از همه است که خانم بیانی، یک از حکمت هایی از که ما در شب و روز به هر حال همین عرفه و عید قربان میایم زیارت امام حسین میخوانیم. بله، بسیار مستحب مؤکد هم است. مستحب مؤکد است. خب این شاید سوال پیش بیاید برای بسیاری از عزیزان بیننده که چرا مثلا ما در روز عرفه میایم زیارت امام حسین میخوانیم. یک شباهت بسیار زیبا و جالب وجود داره بین امام حسین علیه السلام و حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم هم عزیزترین کس خودش را به خاطر رضای خدا قربانی میکرد و امام حسین علیه السلام هم همین گونه تمام هستیش را، تمام زندگیش را، خانواده خودش را در راه خداوند به هر حال سپرده بود به خداوند و در راه او همه را از خانواده خودش گذشت. در راه خداوند. دقیق میفرمایید. و شاید به همین خاطر و به خاطر نمی شباهت باشه که این همه تأکیدات فراوان از طرف ائمه از ما، از طرف بزرگان دین از ما وارد شده که تلاش بکنیم تا در روز عید قربان سعی کنیم در سرزمین کربلا باشیم و زیارت امام حسین را انجام بدیم. تأکید بسیار فراوان شده. بسیار عالی. خب عزیزان بیننده، شما در برنامه روشنا هستین و به هر حال کارشناس محترم برنامه هم در استودیو حضور پیدا کردن. میخوایم که از کارشناس محترم هم دعوت کنیم که داخل استودیو شوند و صحبت‌هایی را در رابطه با عید قربان تقدیم شما عزیزان داشته باشیم. خانم ظهوری عزیز، اگر اجازه بدن قبل از اینکه کارشناس محترم تشریف بیارن، من یک دعای بسیار زیبا را تقدیم بینندگان بفرمایید. بسیار خوش میشیم. تشکر از شما. خدایا قسمت میدهم که هر لحظه کمکم کنی تا نفسم را به قربانگاه درگاهت عرضه کنم و تو قربانی شدن و نلغزیدن را عنایت کن تا از نتیجه آن، یعنی رهایی از اسارت نفس و شکوفایی ایمان و یقین بهره‌مند شویم. وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. الهی آمین. الهی آمین. عزیزان همیشه همراه، بازم به برنامه روشنا شما همراه هستین. یک دفعه دیگه عید سعید قربانه و همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوار هستم که از برکات امروز بهترین بهره ها را ببریم. روز پر از خوشی همراه با معنویت. و در کنار خود ما در استودیو خانم سجادی عزیز داریم. یک سلام گرم تقدیمشان میکنیم. سلام خانم سجادی، عیدتان مبارک. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به شما خانم ظهوری عزیز و دستان در کاران این برنامه بسیار خوب و دیدنی و همچنین به بیننده‌های عزیزی که در منزل‌های باصفایشان هستند در روز عید قربان در کنار فامیل‌های محترمشان این روز را سپری می‌کنند. زنده باشین. تشکر خانم سجادی عزیز. خب بله خانم سجادی، امروز روز عید هست و عزیزان ما هم حتما در خانه‌های گرم خودشان مهمان دارن یا مهمانی میرن، چی مراسمات نیک و زیبایی دارن و امیدوار هستم که همیشه غرق خوبی ها و خوشی ها باشن. عزیزانی که هموطن ما هستن یا بیننده برنامه ما هستن در هر جایی فرق نمیکنن. اما خانم سجادی، میخوایم که در رابطه با تاریخچه عید قربان و ابعاد تربیتی عید قربان صحبت کنیم. بله، همونطور که شما فرمودید این روزها روزهای سرور و شادمانی هستش و محفل‌های بسیار دلنشینی در اطراف و در کوچه و اطراف می‌بینیم. همه خانواده‌ها به دید و بازدید هم میرن، تبریک میگن، بر هم کالای نو پوشیدن، بله، و نماز عید رفتن صبح و این روز همگی خوش هستن. خب ما میخوایم ببینیم این روز عید قربان چه روزی هست و چه جایگاهی داره در قرآن و در آموزهای اسلامی ما درباره عید قربان چه سخنهایی گفته شده. ببینید عید قربان به اندازه با اهمیت هستش که در قرآن کریم دربارهش آمده که ولیال عشر قسم خورده شده به دهه اول ذی‌الحجه. دهه اول ذی‌الحجه، عید قربان در روز دهم ذی‌الحجه هستش که روز نهم روز عرفه هستش. که ما دیروز روز عرفه بوده که و روز عرفه و روز عید قربان در اوج این دهه هستش که انقدر عبادات در این دهه اهمیت داره که از محبوب ترین عبادت ها هستش در نگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. دعاهایی که وارد شده، روزی که بر دهه اول ذی‌الحجه وارد شده، همه اینها از اهمیت این دهه میگن. حتی به نحوی که در روز عرفه میگه که انقدر نگاه رحمت خداوند وسیع هست که حتی بدترین آدمیان همچون کافران اگر انابه و توبه در درگاه خداوند داشته حتی اونا بخشیده میشن. بله، نگاه رحمت خداوند شامل حال از اون میشه. یعنی همون گپ که خدای بزرگ دسترخوان رحمت خدا، دسترخوان آمرزش و مغفرت خودش در روز عرفه و همچنین عید قربان گسترانیده. بله. و از بنده های خودش میگه که بنده های عزیز ما بیاین استفاده ببرین در همچی یک روزی. دقیقا همینطور که شما میفرمایید. عید قربان اگر معنی واژه شما بخوایم تعبیر کنیم، عیدی به معنی بازگشتن، برگشتن از زندان حالتهای نفسانی خودمان به سمت خداوند. ما اگر نماز میخوانیم دنیت چی میگیم؟ میگیم خدایا دو رکعت نماز صبح میخوانم قربتاً الله، به نیت خداوند. بله، به نیت نزدیک شدن به خداوند هستش. کلمه قربان هم همین واژه هستش که قربت و نزدیک شدن به خداوند رو میرسانه. عید قربان عید بندگی هستش. خب همونطور که شما در ابتدای برنامه با همکار عزیزمان صحبتی داشتید که عید قربان چه روزی هست و همه ما میشناسیم، اول تعبیری که به ذهن همه ما میاد روز عید قربان صبح سر سرکا میبینیم که چیه؟ همه دارن گوسفند قربانی میکنن. گوسفند قربانی میکنن و او رو اطعام میکنن ما بین فقرا و مستمندان و این سنت حسنه رو انجام اون به عنوان تبرک تقسیم میکنن. چقدر عالی، یعنی قدر نسبت به او ارزش دارن، ارزشمند است برشان که مثلا یک قسمت از او را بر خود نگاه میکنن و بعد از او را و کل اقوام و خیشان تقسیم میکنن که باش که یک تبرک شود برای از اونها، یک برکت میره در خانه هایشان. بله، احسن. همونطور که شما میفرمایین این گوسفندی که قربانی میشه در راه خدا، این یک سنت حسنه هستش که توجه میشه به نیازمندان، توجه میشه به مستمندان، وحدت و همدلی رو پشت از قربانی میاره، به طوری که مسلمان ها دور هم جمع میشن، یک محفلی هست و این بسیاری از رفتارهای نیک پشتش داره. حالا ما میخوایم ببینیم که این قربانی که گوسفند قربانی شده از کجا منشأ گرفته. ببینید ما در زمان حضرت آدم همگی بیننده آشنا هستند که دو فرزندشان هابیل و قابیل قربانی کردند در پیشگاه خداوند. یکیش یک گوسفند فربه و خوبی رو در پیشگاه خداوند قربانی کرد و یکی دیگرش چی؟ یک محصول کشاورزی خودش بود که البته همچنان هم دندانگیر نبودش. درستم. خب بعد کدام یک از قربانی‌ها در پیشگاه خدا قبول شد؟ قربانی هابیل که از آن چیزی که واقعا دوست داشت، از آن چیزی که تعلقات خودش بود، اینکه در پیشگاه خداوند مورد رضای خدا قرار می‌گرفت، انفاق کرد، قربانی کردش. خب حالا برمیگردیم ابتدای قربانی در چه زمانی بوده؟ در زمان جاهلیت، در زمانهای بعد قربانی هم صورت پذیرفت، به طور که مشرکا قربانی میکردن. اما قربانی اونا به چه نحو بود؟ همونطور که نمازشان، همونطور که لبیکشان آمیخته با شرک بود، بله. قربانیش هم صحیح نبود. یعنی آمیخته با ریا بود، ریا که بود و اونا نفس قربانی را در این می‌دیدن که حتما باید خونی ریخته شود و گوشتی آویزان شود در خانه کعبه. اطراف خانه خدا را اینها میگرفتن، خونمال میکردن و داخل خانه کعبه گوشتی را آویزان میکردن. دلیلش هم شاید همین بوده که ببینن کلگی که مثلا ما این قربانی کردیم، اینجا آویزان کردیم که همه ببینن در ملأ عام. آره اینا شاید این دلیل داشتن. خلوص نیت اینا نداشتن. احسن. اما نفس قربانی گوسفند کشی نیست که ما گوسفند به عنوان یک نمادی از اینی که خدایا من ذبح میکنم که نفس حیوانی خودمه، خدایا من در برابر خواسته هایی که خودم دوست دارم، اما تو یک جایی اگه به من گفتی بنده من این کارو بکو، بله. من در برابر خواسته های خودم پای میذارم و به حرف تو گوش میدم. بله. حضرت ابراهیم علیه السلام، خب ما این داستان قربانی حضرت اسماعیل شنیدیم. بله. بارها بوده که حضرت ابراهیم در برابر امتحانهای خدا قرار گرفتن. روز عید قربان که خداوند متعال در خواب بهشان میفرمایند که فرزندت اسماعیل را قربانی کن. بله. خب ببینید ما درباره حضرت ابراهیم امتحانهای زیادی رو میدانیم که ایشان در برابر نفس خودشان مبارزه کردند، در برابر جهالت و شرک اطرافیان چقدر مقابله ها کردن و چه امتحان های سختی رو پشت سر گذاشتن. بله. حضرت ابراهیم علیه السلام ایشان بتشکن زمان خودشون بودند، بزرگترین بتشکن دوران خودشون بودند، مبارزات زیادی کردند در برابر پرستی اطرافیانشان. اطرافیانشان آمدند و ایشان رو قرار دادند در یک جایی پر از چوب های گداخته شده و میخواستند که ایشان در اون آتش نعوذ بالله گداخته شوند و بسوزند. و حضرت ابراهیم علیه السلام اون مابین قرار گرفت و یک عده آمدن گفتن که ما به تو کمک میکنیم، اگر که میخوای ما به تو کمک میکنیم. حضرت ابراهیم علیه السلام میفرمایند که من برای اون کسی که قیام کردم، من برای اون کسی که تلاش کردم که یک تاپرستی رو بین مردم ترویج کنم، اون داره مرا میبینه و اوی که مرا میبینه و خودش هم مرا نجات خواهد داد. بله. با اطمینان کامل و با یقین و قلبی کامل. بله. بله. ایشان در برابر جهالت اطرافیانشون، در برابر نفسشون مبارزه کردن و در چنین امتحانی قرار گرفتن قبلا. بله. هم و اینجا آیه نازل شد که یا نار کونی بردا و سلاما، ای آتش بر ابراهیم گلستان شو. همونطور که میدانیم این آتش گلستان شد بر ایشان که شعر بسیار زیبایی هم در وصف ایشان هستش که ما میتونیم درس بگیریم، الگو بگیریم. در آتش عشق هر که قربان گردد، شک نیست که پای تا به سر جان گردد. در آتش عشق اگر قدم نهد در ره صدق، آن آتش سوزنده گلستان گردد. چرا که پای روی خودخواهی، پای روی منیت گذاشتن و این آتش برایشان گلستان شد. دقیقاً. یعنی منظوری است که خانم سجادی، ما وقتی که میگیم که عید قربان، یعنی صرف مختص این نیست که سر بریده شود. بله. باید دل بریده شود. دل بریده شود. باید از خودخواهی ها، از منیت ها، بله. از بسیاری از مسائلی که ما در زندگی وابسته او هستیم، بله. گرفتار او هستیم، بله. باید بیم از اونها دل ببریم. بله، ما اطرافمون میبینیم یا حتی بعضی از خانم ها و آقایان و همچنین اطفالی که در خانه های با ارزش های بالا بزرگ شدن میبینیم ایثار رو از خودگذشتگی رو میبینیم. ایثار چند وجه میتونه داشته باشه. یه وقت از ایثار از کلام هستش، از خودگذشتگی میکنیم در برابر کلامی که ما رو ناراحت کرده. یک وقت هستش که از خودگذشتگی میکنیم از مال ما. یک وقت میبینی که من یک مالی دارم، استفاده کمتر دارم یا شاید استفاده نمی کنیم یا حتی استفاده نیاز دارم که استفاده کنم. نمیفهمم، شاید کالایی باشه، درسته. شاید خانه منزلی باشه که خالی مانده باشه. یک کسی مستحق هستش، یک کسی نیازمند هستش. من از خودگذشتگی میکنم، بله. از خودگذشتگی میکنم در برابر حرف بدی که شنیدم. یعنی دل بریدن است. دل بریدن، قربانی. یعنی که من پای بگذارم روی نفس حیوانی خودم، روی نفس خودخواه خودم، ای که فقط خودم را در نظر بگیرم. ببین خدای من چی میخواه او بالا. دقیقا. خدای من، وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت اسماعیل فرمودن که خدای باری امر کرده که من تو رو فردا قربانی کنم، هر دو تسلیم درگاه خداوند شدن. حضرت اسماعیل وقتی که زیر دست حضرت ابراهیم قرار گرفتند و او خنجر به گردن حضرت اسماعیل قرار گرفت، بریده نشد و حضرت ابراهیم آنچنان قطعیت داشتن برای که امر خدا را انجام بدن، درست. این خنجر را به یک سنگ بسیار محکمی فشار دادن که آیا این خنجر کار میکنه یا نمیکنه. دیدن که او سنگ چی شد؟ او سنگ شکافته شد، بله. و او سنگ شکافته، گفت ای سنگ، ای خنجر، تو این سنگ به این محکمی و این سختی رو تو شکافتی، حال که من گلوی نرم اسماعیل از خاطر رضای خدا میخوام ببرم، تو نمیبری؟ بله. و آنجا سنگ میگه که الخلیل یامرنی و الجلیل ینهانی. تو که دوست خدایی به من دستور میده که من گردن این رو ببرم، ولی خدای کریم، ولی خدای مهربان میگه نبر و من مأمور به این کار هستم. خب ببینید این نفس گردن بریدن، حالا اینکه بعدش گوسفندی از بهشت در واقع قربانی میشه و که این عمل قربانی انجام بگیره، ولی این یک نماد هست، نمادی از اینکه من راضی باشم به امر خدا در برابر جاهایی که من خودم یک چیزی رو دوست دارم اما خداوند به من امر کرده این گونه باش. درسته. همونطور که ما گفتیم ایثار رو از خودگذشتگی میتواند عرصه های مختلفی رو داشته باشه. میتواند ایثار از کلام باشه، بله. یعنی فقط این منظوری نباشه که ما الا بلا مثلا باید بیایم یک گوسفند قربانی کنیم، حالا خب رضایت خداوند، اطاعت خداوند و دل بریدن از بسیاری از مسائل زندگی در اون نباشه، بله. قربتن الله نباشه و صرف فقط بگیم مال یک گوسفند باید قربانی کنیم. بله، احسن. گوسفند قربانی کردن سنت حسنه ای هستش که حاجی‌ها در روز 10 ذوالحجه این قربانی رو باید انجام بدن و دیگران هم مستحب بسیار سفارش شده هستش که انجام اگر توانستن، بله. روز عید قربان انجام بدن. حتی پیشنهاد میکنم اگر خانواده‌ای هستن که نمیتونن گوسفندم قربانی کنن، میتونن اشتراکی چند فامیل، هر کدامش مثلا 500 روپیه، 200 روپیه، هر کدامشون اشتراکی گوسفند، این سنت نهادی نکنن، بله. ما بین فقرا بخش کنن یک مقدار. و زیباتر از همه این نکته است که شما گفتین، یعنی ما علاوه بر از اینکه مثلا در عید قربان می گوسفند ذبح میکنیم و جالب است که او را میگیریم به نیازمندان و فقرا تقسیم میکنیم، یعنی در اینجا هم دستور خداوند اجرا میشه و همی که نیازمندان و فقرا هم به هر حال از او استفاده میبرن و از او گوشت میتونن استفاده کنن در زندگیشان. بله. خب یکی از اهداف قربانی هم همین هستش، اینکه گوسفند قربانی میشه، اینکه من امر الهی را اجابت کردم. از یک طرفش وقتی که امر الهی را اجابت کردم، ما بین مسلمین هم یک اتحاد و همبستگی، یک حس شفقت و مهربانی نسبت به هم ایجاد میشه. اینکه فقرا نیازمند میگه که بله چه دین خوبی ما داریم که به فکر نان دسترخوان ما هم، بله. هست. از بهترین غذاها در این روز روزی ما میشه. درست است. خب بعد از ادامه برنامه را داشته باشیم بعد از یک میان برنامه انشالله. عزیزان بیننده جان سپاس که همراه ما بودین. در روز عید قربان همراه شما عزیزان هستیم. ضمن تبریک و تهنیت خدمت شما عزیزان میان برنامه تقدیم شما. عید قربان مبارک. اسم ما عبدالحمید است، از ولایت غزنی است و مولسوالی ما جاغوری است. فعلا ساکن شهرک یاجینبی هستم، یعنی شهرک امید سبز. احمدالله هستم، یکی از دکاندارای شهرک امید سبز. ما علیداد هستم، علیداد غلام. اسم ما امیر است، زمین ولایت کابل زندگی میکنم. آج صاحب تا حالا حج رفته؟ من نه، تا حالا حج نرفته. نه تا هنوز. خدا دیگه توفیق بده که برم بخیر. نه با خدا نه. بله ما حج رفتیم در سال 1387. حج نرفتیم. حاج صاحب اگر روز انشالله قسمت شد خدا خواست شما حج رفتین، مهمترین خواسته ایدان از خدا چی است در زمانی که در کنار خانه خدا باشید؟ مهمترین خواسته ما همین وحدت مسلمین است و امنیت در کشور ماست. از خداوند عالم ما را توفیق بده که بریم بخیر. دعای ما اولش همیست که خداوند عالم دیگه وطن ما را آرام بسازه. اول نمیر از خدا آرزو داریم که همین قرض دارم خلاص شو، که در این بار از دنیا آدم نرود. بندگی با خدا که حج ما خدا قبول کنه، بنده خدا باشیم، پاک باشیم. آج صاحب امیالی تصور کنین، فکر کنین که در کنار خانه خدا هستین، یعنی اگر در همین لحظه اونجا می بودین چه حس و حالی داشتین؟ والله حس و حالی در کنار عتبات عالیات حس خوبی داره. آدم همیشه احساس آرامش میکنه. بسیار اگه حس خوب، حس عالی دیگه. فقط دعایم برای مردم ماست که بسیار مردم ما رنجیده است، بسیار زجر کشیده. فقط دعا میکنیم که مردم ما از این حالت برآید. والله اونطور که فکر کنیم اگر خداوند بخواد چرا خوشحال هستیم که به حج بریم و خداوند لایق اگه برای ما بتن. اگر هم حال ما اونجا باشیم خدا همه بندگان خدا رو برسونه، غیر خود خو میگردیم غیر خدا. اگر حج مستحبی باشه شما هم شرایطش داشته باشین، اگر پولش برای فقرا میدین یا کسی که دم بخت باشه بخواد ازدواج بکنه مصرف میکنین یا میرین حج؟ البته خوب از نظر من هر چی جای خود داره، ولی اگر تو با این پول بتون یک مشکل یکی را در هر زمینه مشکل حل کنیم چی بهتر؟ نه پول به اینا کمک میکنه. به نظر شما فلسفه عید قربان چیست؟ چرا مردم به خصوص مسلمان ها این عید را این امیر روز عید میکنه؟ به خاطری که حضرت ابراهیم را خدای عالم امتحان میکرد که آیا فامید از زیر امتحان برشده میتونه یا نه، و سرستو قربانی واجب شده. بچه ده میخوای قربانی کنه برای رضای خدا. ابراهیم گفت مانع نداره، دسته کش کرد حضرت اسماعیل را در قربانگاه. سه بار گار در گردن شنداخت، کار در گردن شنداخت، ولی کار راون چهارم سید که کار با ندا از طرف آسمان نازل شد که ابراهیم قربانی تو قبول شد. اینم که قربانی فامی سر مردم واجب شد. آج صاحب در روز عید چه اعمالی وجود داره و چه رسم و رسوم ما داره؟ هر مردمی هر قومی در افغانستان رسومات خاص خود داره و رسوماتی که ما داریم همون دید و بازدید هست و رفتن به خانواده دوستان و آشنایان و فامیل و خب آوردن شیرینی و میوه های تر و خشک است. اینمی رسومات ما داریم دیگه. سال قربانی کردیم؟ بله سه بار قربانی کردیم. امسال چطور؟ امسال اگه خدا توفیق داد به چند تا مستمنداست که با اونا میخوایم بتمشن. یعنی قربانی نمیکنین پولش هم میتیم؟ پولش هم میتیم، اونا نیاز دارن. من نه تا حالا قربانی نکردیم. قربانی کردیم. نه به خدا مقدر نداریم که رستر شوه. آج صاحب لباس نو گرفتن؟ نو میپوشم انشالله به خاطر که دی قربانه. برای اولادا چی؟ هم کل دیگه الحمدلله. لباس نو باور کن لباس نگرفتن. برای اولادا چی؟ چه اولادا خود میگیرن دیگه. بله آج جور کردیم، لباس گرفتیم و کالا گرفتیم و بسته فامیل عمید خواستیم به خوشی تیر کنیم. ما لباس نو گرفتیم دخالت دادیم دختر فعلا نه. برای اولادا چطور؟ برای اولادام جور نکردیم این سال واقعش. آجا ما یک دلخوشی که در خانه‌های ما است این است که برای اطفال، برای کسایی که یک مقدار سنشان خردتر است ایدی میتیم و یک خیلی یک صحنه خوبی اونجا به نمایش گذاشته میشه. شما چطور ایدی میتونید؟ والله همه هر لحظه زندگی خوشی ها داره و ایدم یک بهانه است دیگه، به وشتگاهی میدیم یا مثلا جایی میبریم گردش تفریح، یا یک لحظه ای که اونا شاد میشه خوش میشه، همین برای ما کلی ارزش داره، یک دنیا ارزش داره. بچه را، کلانا را، رضا را، دوستا را همه باید فهمید ایده بیده برایش. والا ایده که ورمو چیز از توان باشه در پی بسترگان اون رو برایشون میتم دیگه، که توان لباس و چیزا را نداریم که برایشون بگیریم. از بیادر کلان میدی میگیریم. چیز نمیگن؟ نه ایده را میتن. باز ما با اولاداش میتیم. باز همین پول ایدی چی کار میکنیم؟ همین پولش کار میکنیم؟ پول ایدی را پس به اوشتکا میتیم. از کوکوای خود، مامای خود. ما فعلا خورد خانه هستیم، میدی میگیریم. از کی زیادتر ایدی میگیریم؟ از مادرم، پدرم نیست، از مادرم هست و از همشیره کلانم از زمینان میگیریم. ایدی هم میگیریم، ایدی هم میتیم. یا گریفتن بسیار کم هست. ایدی میتیم. فرض کو از پدر خود میگیریم میدیم، دیچی را که بوسیدیم ایدی است ایدی میگیریم، از دیست مادر بوسیدیم ایدی است، خوش دیدیم اونمو ایدی است، ایدی میتبری ما. من از طرف خودم و برای تمام مردم افغانستان، برای تمام مسلمان ها عید قربان تبریک میگم. عید از طرف خودم برای همه هموطنان عزیز خود تبریک و تهنیت عرض میکنم و امید که یک عید خوب و با صلح و آرامش سپری کنین انشالله. بندگی کن تا که سلطانت کنند، تن رها کن تا همه جانت کنند. سر بنه در کف برو در کوی دوست، تا چو اسماعیل قربانت کنند. بگذر از فرزند و مال و جان خیش، تا خلیل الله دورانت کنند. عید قربان مبارک. خب عزیزان بیننده تشکر از همراهیتان. امیدوار هستیم که در روز عید قربان اگر که در مهمانی هستن یا مهمان دارین، امیدوار هستم که در جمع با صفای گرم خانوادهتان برنامه روشنا را هم پذیرا باشین. بله عید قربان هست و این روز را ما هم به شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. همراه با خانم سجادی عزیز خواهر گل ما هستیم در استودیو و در رابطه با ابعاد تربیتی عید قربان گفتگو و صحبت هایی داشتیم. اما میخوایم یک سوال داشته باشیم از خانم سجادی عزیز. گفتیم که شما بیان کردین و گفتین که به هر حال گوسفند قربانی کردن خودش به عنوان یک نماد هست. میخوایم ببینیم که این نماد چی هست، این نمادش رو برای ما توضیح بدین. بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد سلام عرض میکنم. بله پیرو و مبحثی که ما قبل از میان برنامه داشتیم، ای که گوسفند قربانی کردن یک نمادی از بندگی انسان در برابر خدای باری هستش، نمادی از اینکه ما ذبح میکنیم، این که ما قربانی میکنیم نفسانیت وجودی خودمان را، این که خودخواهی های خودمان را باید قربانی کنیم در راه رضای خدا. ببینید من یک تمثیل میزنم که همگی ما آشنا هستیم. وقتی که پیش دکتر میری، کسی که مصاب به بیماری قند، دکتر برش میگه که تو اگر میخوای عفونت از پایت بالاتر نروه، یک انگشتت ما باید قطع کنیم. یا یک وقت دیگه میگه که باید تا زانوی تو رو ما قطع کنیم که این عفونت بالاتر نروه. خب چه واکنشی ما نشان میدیم در برابر دکتر؟ آیا ما داد و قال مقال میکنیم؟ طبعا نمی کنیم. چون میدانیم این دکتر مصلحت ما رو میخواه، سواد داره، درسش خونده و در مقابل حرفی که میزنه از یک پشوانه علمی برخوردار هست. بله یک تشخیص داده حتما که گپ میزنه. یا در یک تمثیل دیگری که موتر ما خراب میشه، ما اینو میبریم به کجا؟ پیش متروانه که بلد استش که چطوری رو درست کنه، ما بینش دیسکاریای میکنه، اندرونش خالی میکنه، بالا میکنه، پایین میکنه، از اون موتر چیزی دیده نمیشه اونطور صحیح مثل اولش. ولی ما در برابر کاری که یک مکانیکی، یک کسی که موتر رو بلد جور کنه، هیچ وقت سرصدا نمی کنیم، چون میگیم که این کارش است. بله میفهمه که چی باید بکنه، اطمینان کامل داریم دیگه نسبت به کارش و تجربهش. بله و مطمئن هستیم. خب در برابر خدای متعال هم که وقتی که یک امری دستور میده که ذبح کنید نفسانیت خودتان را، ما نباید بگیم خدای چرا به من اینطور گفتی. یک جای از خدا به ما امر میکنه، میگه که توی کار انجام بده، پدر مادر خودت نیکی کو. تو نماز خود سر وقت بخوان، تو پرخاشگری نگو به طفل خوردت، او که کودک است، او که ضعیف است، او که ناتوان است، تو نگاه مهرت بکو. اونجا ما نباید بگیم خدای چرا به من، تو چرا به من توجه نمی کنی؟ درست. بلکه خداوند یک مصلحت‌هایی را دیده که به ما دستور داده که این رفتارها را انجام بدیم. ما یک نمونه از ایثار جان را در حضرت ابراهیم مثال زدیم که از جان عزیزترین فردشان، عزیزترین موجودی که توی زندگیشون داشتن. خب حضرت ابراهیم علیه السلام چند ساله بودن که برشان فرزندان خدا دادن؟ بله. شما میدانید که در سن پیری بودن، سنشان بالا بودن و هیچ امیدی نداشتن به فرزند آوری. بله. بعد به نحوی شد که خداوند در سن بالای پیری به اینهای فرزندان رو دادن، حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق. خب به هر حال میفهمیدن که چقدر علاقه‌مند هستن. یعنی خدای بزرگ میفهمید که حضرت ابراهیم چه تمایل خاصی نسبت به حضرت اسماعیل دارن. بله. و برای همون از همون طریق میخواستن که او را آزمایش کنن و امتحان کنن و ببینن، تشخیص بدن درجه خلوص نیت، بندگی و اطاعت حضرت ابراهیمه. دقیقاً. ببینید ایشان یک عمر چشم انتظار بودن، شوق داشتند اینکه فرزنددار شوند. در سنین پیری خداوند برایشان فرزند دادند، به طوری که حضرت ابراهیم وقتی که حضرت اسماعیل اسحاق برایشون داده شد، ایشان این در پیشگاه خداوند گفتن الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. خدا را شکر کردند. حالا این فرزند جوان رشید رعنا در پیش حضرت ابراهیم قدم میزنه، راه میره، میخنده، با او صحبت میکنه، چقدر شیرین هستش. بله. و اونجاست میگه خب گردن از این رو بزن، این رو قربانی کن. خدا میبینه، ببین تو در برابر دوست داشتنی های خودت چی میکنی. حضرت ابراهیم امتحان های زیادی دادن، پس ما هم در برابر دوست داشتنی های خودمان باید نگاه کنیم کجا رضای خداوند هست. دقیقاً. حالا ما یک ذره سختی و مشکلات در زندگی ما میاد، چی حال میکنیم؟ بله. دیگه از خداوند گله داریم، از زمین و زمان و از کل دنیا. بله. شکایت داریم و گله گذاری میکنیم که چی حال است، چی بله، چه قسم زندگی است، تا کی قدر سختی و مشکلات. حالا خب ما کجا و امتحاناتی که حضرت ابراهیم دیگر اولیای خدا. ببینید حضرت ابراهیم یکی از اولیای الهی بودند که فرزندشون حضرت اسماعیل رو در راه خدا، در راه اسلام قربانی کردند. بعد از او آیا دیگر اولیای الهی نبودن؟ چرا؟ حضرت امام حسین علیه السلام، ان شاءالله ماه آینده ماه محرم هست، ببینید در روزا میخوانیم ایشان 72 تن از یارانشان، چقدر نفرهای دیگری که در راه اسلام شهید شدن. بله. پس ببینید در راه رضای خدا ما نمونه های زیادی را داشتیم که بله. پای گذاشتن روی خودخواهی و نفسانیت خودشان و جایی که خداوند راضی بود قدم گذاشتن و از همه هستی خود، از خانواده خود، از جان، از مال، از همه خودشان در راه خدا و اطاعت او گذاشتن. بله. حالا خب فکر کنیم ما چی کردیم؟ بله. ما در کجا هستیم و ما چی کردیم و ما چه میکنیم؟ ما چقدر قدم گذاشتیم جایی که ما فقط خود دیدم، دیگران رو ندیدم، خدا رو ندیدم. حضرت امام باقر علیه السلام چند روز پیش شهادتشان بود. اینقدر بزرگواران و اولیای الهی اینقدر اخلاق پسندیده و نیکویی داشتن که با یک کلامشان از خودگذشتگی میکردن و مردم رو به اسلام دعوت میکردن. بله. مرد مسیحی آمد به حضرت امام باقر علیه السلام، فرمودن که تو فرزند یک خانم طباخه هستی. امام باقر علیه السلام میفرمایند که من مادرم آشپز بود. بله. و کار کردن هم آر و ننگ نیست. بله. و ایشان خب برای حالا تلاش میکردن، کوشش میکردن برای زندگی. و دیگه حرفای دیگه نامناسب به حضرت امام باقر علیه السلام گفت که حضرت امام باقر علیه السلام در برابر حرف نابجایی که شنید، در برابر کلام نامناسبی که شنید، ایشان اصرار کردند از اینکه میتونستن ایشان مقابله به مثل کنند. بله بله. و ولی با استقامت، با حلم، با بردباری، با اینکه با مهربانی کلام خود رساندند و حتی در نتیجه میگیم ایشان میان حضرت امام باقر علیه السلام به ایشان میفرمایند که اگر که تو راست میگویی که خداوند مادر مرا بیامرزد، اگرم که اگر دروغ میگویی که خداوند تو را بیامرزد. میتوانستن که چی بگن؟ میتونستن حرفای دیگر بگن که او را ناراحت کنن، درسته. یا به او ناسزا بگوین. و بعد اون مرد مسیحی آنقدر در برابر صبر و حلم و بردباری امام باقر علیه السلام شیفته میشن که میگه من چگونه به دین تو در بیایم و مسلمان میشن. ببینید یک نمونه ایثار از کلام بود، یک ایثار از جان رو ما در اولیای الهی دیدیم. یا قربانی کردن است. بله، یک قربانی کردن، خودش قربانی کردن نسبت به منیات، نسبت به این که مثلا یک انسان در مقابل یک انسان دیگه قرار میگیره و مورد بازخواست قرار میگیره، بله. مورد حقارت و تحقیر که او سمت مقابل انجام میده، باز هم او بر حال حفظ میکنه، بله. و تلاش میکنه که با بردباری و صبر و استقامت با او مقابله کنه. بله، بله. یه تمثیل بسیار زیبای دیگری هم درباره ای که انسان قربانی بکنه بعضی چیزها را که به یک چیزهای خوبتری برسه. در زمان بنی اسرائیل، در زمان حضرت موسی، یک کسی آمد عموی یک کسی را کشت و اینها مابینشون اختلاف شد که کی عمو را کشت و گفتن که خب آیا تو کشتی، آیا تو کشتی. مابینشون خانم سجادی 5 دقیقه تا آخر برنامه فرصت داریم. خیلی عالی، انشالله که من مخلص میگم. بله. و گفتن که کدام یک از این طایفه ها آمد عموی ما را کشته و آمدن پیش حضرت موسی علیه السلام. حضرت موسی علیه السلام بهشان، به این دو تا طایفه گفتن که برید و یک گاوی را ذبح کنید. من از این تمثیل میخوام به یک نتیجه زیبایی برسم. برید و یک گاوی را بکشید که آیه هم که آمد ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره. یک گاو بکشید. هیچ نگفتش گاوش چی رقم باشه نباشه. اینها آمدن چیکار کردن؟ آزار بدن. گفتن ای پیامبر خدا، این گاو چی رنگی باشه، چی سنی باشه، چی رقمی باشه. بله. زیاد سوال میکردن تا ای که دوباره آمدن پیش پیامبر اکرم و گفتن که حال ما چی کار کنیم و اینها. پیامبر اکرم گفتن که اون مرده رو نزدیک به او گاو کنید، مرده را نزدیک به او گاو کنید تا سوال شما مشخص شود، مابین شما این نزاع و درگیری که هست مشخص شود. این مرده را نزدیک به او گاو میکنن و یک از معجزات حضرت موسی بود دیگه. بله، بله. وقتی که مرده نزدیک به او گاو میشه، مرده به سخن میآید که میگه فلان کس مرا کشته، اینقدر مابین خود نزاع نکنید. مشخص شد که کی مرا کشته. خب ما از این تمثیل استفاده میکنیم ای که ما اگر اون حیوانیت، اگر اون خودخواهی و منیت درون خودمان را اگر بکشیم، یک چیزایی برای ما روشن می شود. حضرت امام سجاد علیه السلام می فرمایند که و اما قلبی عظیم و جنایتی، خدایا گناهانم قلبم را کشتند. بله. فاحیهی به توبت من که یا عملی، ای خدا تو که آرزوی منی، این را به توبه زنده کن. قلبمان را با گناهان آلوده نکنیم، درسته. که در واقع در پیشگاه خداوند ما سنگدل و سیاه رو، بله. نباشیم. اگر هم چنانچه به هر حال انسان خطا میکنه و خطاهای مگر داره، این روزها به خصوص حالا روز عرفه‌ای که گذشت، بله. و روز عید قربان هم میتونه روز عبادت باشه، روز استغفار باشه، روز توبه باشه، بله، که بله. میتونه ما از این شرایط استفاده کنیم و به هر حال استغفار کنیم، بله. توبه کنیم و قلب و دل خود ما را پاک کنیم و دور کنیم از گناهان. بله. همونطور که بعضی از عزیزان صبح حالا نماز خواندن، نماز عید قربان 2 رکعت نماز هستش که در قنوت و نماز ما خب زیاد وقت، حالا بعضی وقت میشه که تلاش میکنیم که این ذکر ما چند بار گفتم، این ذکر ما صحیح گفتم یا ناصحیح گفتم. تلاش کنیم در ذکر دعای دست ما، در موقع اعمال عبادی خودمان توجه کنیم به اصل و عمل. بله. ما همونطور که خانواده‌های عزیز، مادران و پدران گرامی امروز را نیک نهادند، امروز بهترین بهره ها رو بردند و رفتن نماز عید قربان خواندند، خب ما در عبادت‌هایمان شاید خیلی وقت تلاش کنیم که آیا این لفظ ما صحیح خواندم یا ناصحیح خواندم، آیا این عبارت ما یک بار گفتم، دو بار گفتم، سه بار بودم، چه وقت بوده. خیلی خوبه که ما صحیح نماز بخوانیم، دقت کنیم، اما در نفس و روح و باطن و عمل باید توجه کنیم. اینکه باطن عمل، اگر ما میگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، میگیم خدایا به ما حسنه بده، ما این لفظا نباشه، قلباً ایمان داشته باشیم وجود. که تماما صاحب و مالک هستی خداوند هستش، تماما رأفت و مهربانی از جانب خداوند است. خداوند مصلحت ما را از همه ما بهتر میداند و اونجاست که ما میگیم خدای راضی هستیم به رضای تو و تابع دستورات تو هستیم، هرچی که تو دستور بدی ما همگی بر همان شیوهی که تو گفتی همان گونه عمل میکنیم. انشالله که به قرب الهی همه ما برسیم انشالله. خب تشکر میکنیم خانم سجادی عزیز از حضور شما و صحبت‌های مفیدتان و همچنین شما عزیزان بیننده که تا این لحظه همراه ما بودین. امیدوار هستم که در روزهای دیگه هم برنامه روشنا را همراهی کنین. با اتفاق کارشناس محترم برنامه از حضور شما خداحافظی میکنیم. روز لحظات بسیار خوب برای همه شما عزیزان خواهان هستم. خدا نگهدار. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام.